قصص الأوائل عبارة و وبهديه وبنوره نطق الزمان ما با نزول این قرآن از سوی خیش بهترین داستانها را که پیشتر از آنها آگاهی نداشتی برایت بازگو می کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا رسول الله و على آله و صحبه و من ولا. عزیزان و محتران چطورین؟ خوبین انشاءالله انشاءالله در پناه حق باشین و همیشه در سعادت و خوشبختی و در کمال نعمتهای الهی انشاءالله همیشه زندگی پر نعمت و با سعادتی داشته باشین قصه دیگری که قرآن کریم از اون سخن میگه قصه نبی الله صالح علیه السلام هست صالح رو خداوند متعال به سوی قوم سمود فرستاد قوم سمود امتدادی از همون قوم عاد بودند که حضرت هود علیه السلام به طرف اونها رفت و دیدیم که چطور نبی خدا رو تکذیب کردند و با ایشون در افتادند و انکار نعمت ها کردند و آخرش هم از خداوند متعال عذاب خواستند و خداوند متعال هم اونها رو از بین برد و نیست و نابود شدند سمودیان در الحجر زندگی می کردند الحجر که یکی از سوره های قرآن کریم به دین اسم نامگذاری شده چرا که ذکر این قوم در اون سوره اومده حجر هم در بین حجاز و تبوک قرار داره در تقریبا 380 کیلومتری شمال شرق یا شمال غرب مدینه منوره و امروز هم جاش معلوم بقایای اون قوم هنوز هست و مسلمون ها وقتی از اونجا رد شدن در غزوه تبوک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کردند که از این دیاری که در اون عذاب الهی نازل شده زود باید رد شد و اینجا که می رسید یاد خدا باشید و قدرت خدا و چگونه خداوند برخی رو در اینجا عذاب کرد و گریان از اونجا باید رد بشه مؤمن چرا که باید درس و اندرز بگیره و عبرت بگیره از مسیر این قوم حضرت صالح علیه السلام در میان قومش یک انسان وارسته و دانشمند و حکیم و برجسته ای بود ایشون از اشرافیان قومش بودند و قوم هر وقت مشکلی پیدا می میرفتند پیش ایشون و از ایشون قضاوت و داوری میخواستند و حتی در فکر این بودند که حضرت صالح رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب کنند و یک مراسم تاجگذاری وارستهشون به راه اندازن اما قدر الهی بر این رفت که خداوند متعال حضرت صالح رو به عنوان پیامبر برای این قوم انتخاب کرد وقتی که حضرت صالح دعوت توحید رو برای این قومی که به سوی بت پرستی رفته بودند مطرح کرد اونهایی که از مسیر بت ها مال و ثروت کسب کردند و با نزدیکی به بت ها و ادعای این که دار ها هستند یا سجاد نشین های این مزارها و هستند. این ها هستند اینها به این روزی رسیده بودند و تجارتشون بر این مبنا بود اینها شروع کردند قوم و ملت رو بر علیه صالح علیه السلام تحریز می کنند و یک انقلابی بر علیه صالح علیه السلام به راه انداختند حضرت صالح علیه السلام خیلی سعی کردند که این قوم رو از خدا بترسونند از عذاب الهی بیم بدن یادآوری کردند به چه بلایی به سر کافران در زمان نوح علیه السلام افتاد کافرانی که در زمان هود علیه السلام بودند به آنها چه مسیری چه داشتند همه اینها رو به اونها گوشزد کرد و خود اونها جای مدائن عاد رو دیده بودند و خودشون از به همین طایفه هستند برای همین به اونها عاد دوم میگن همه اینها رو بهشون گوشزد میکرد اما اونها حاضر نبودن حرف حضرت صالح علیه السلام رو بگیرن هرچه حضرت صالح معجزات و دلائلی برای اونها پیش کرد حاضر نشدن به پیامبری در حالی که میدونستند که حضرت صالح پیامبر و برگزیده است از جانب خداوند متعال آخرش خواستند که حضرت صالح رو دست و پاشو ببندن اومدن چند تا از همین سرانشون و گفتن که ها حالا که ما رو اینقدر عذاب کردی و مار ده 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 از اثر ما از ما بر نمیداری بیا یک معجزه بیار که دیگه معجزه دبشی باشه که اون وقت دیگه ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم و ایمان بیاریم گفتن که خب معجزه چی میخواید گفتن یه چیزی بگیم که دیگه نتونه یه صخره بزرگی بود اونجا گفتن که ما میخوایم که از این صخره یه شطور بیاری بیرون ساعت باز شه یه شطور بیاد بیرون بعدی که گفت نه نه تنها این نه این شطوره باید خیلی خیلی گنده باشه که اینقدر که مثلا همین آبی که ما داریم تو روستا تو شهرمون همه این آب رو اون یه روز همه این آب رو بخوره واسه ما هیچی نمونه بعدش در عوض اون یه روز کامل به ما شیر بده بعد گفتن که خب نه تنها اینم نه همین که شطوره برمیاد باید این شطوره یه بچه‌ای تو شکمش باشه که در ماه دهمش ده باشه که همین که اومد دیگه بچه متولد بشه و همچنین شرط و شروط های رنگ این شطور اینطوری باشه اینها هر چی به عقلشون میرسید که بتونن دست و پای نبی خدا و حضرت صالح رو ببندن همه اینها رو شرط و شروط گذاشتن حضرت صالح علیه السلام فرمودند که خب اگر همه اینها برآورده شد اون وقت چی؟ گفتن ما ایمان میاریم گفتن اگر ایمان نیاوردید گفت دیگه این دیگه نمیشه اینا رو ما خودمون خواستیم اون معجزه ای نیست که شما بیایید ای هر چی شما آوردید ما قبول نکردیم اما اینو ما خواستیم اگر چون این چنین باشه ما حتما ایمان میاریم به هر حال دست و پای خودشون رو در واقع بستن و هیچ بهانه ای دیگه نموند که اگر اینها این, این معجزه بیاد و باز ایمان نیارن دیگه مستحق عذاب الهی هستند حضرت صالح علیه السلام که خیلی دلش میسوخت برای این ملت و میخواست که خداوند اونها رو هدایت بده دعا کردند و خداوند متعال از میان اون صخره یک شطوری با همون مواصفاتی که اونها خواسته بودند برایشون پیدا کرد یک شطور بسیار بزرگ که اونها هرگز ندیده بودند بعد از اون بچه این شطور هم اومد و همونطور که گفته بودند یک روز آب رو اونها می گرفتن، آب شهر رو یه روزی دیگه همه آب رو نصیب این شطور بسیار بسیار بزرگ بود که آب می خورد و بعد از اون در مقابل اون روزی که به اونها آب نمی, خورد، نمی گرفتن و روز قبل آب داشتن البته می و جمع میکردن کردن واسه خودشون نگهداری می کردن برای روز بعد اون روز دومی که آب براشون نبود و آب مال شطور بود شطور شیر همه این شهر رو تأمین میکرد و مدتی به این صورت گذشت اما همشون ایمان ناوردن نا خیلی تعداد بسیار بسیار اندکی با دیدن این معجزه ایمان آوردند اما بقیه گفتن که این سهره درست همون چیزی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آقا و سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم قریش کرد که گفتند که اگه واقعا راست میگی همین ماه رو دونیمش کن و ما هم دو نیمه شد وقتی که این رو دیدن گفتند که نه این سحر مستمر این یک سحری است که به سلا واسه ما آورده این جادوگری است اونا هم گفتند که این جادوگری است بعد از مدتی شیطون رفت تو جلدشون و به فکر این گفتند که نه آقا ما این قدشی رو میخواییم چه کار ما این قشیر نمیخوایم ما آب میخواییم روز بعد چرا این شطور این آب ما رو بخوره و در فکر این افتادند که شطور رو بکشن همه این به کفر و عناد در پوست و رگ همشون فرو رفته بود یکی از زنها که خیلی خوشگلی بود اومد پیش یکی از این آدم های قلدر و گفت که محریه من اینه که بری شطور صالح رو بکشی زنه که دیگه ای هم بود چارت تا دختر داشت اومد پیش یکی دیگه از این قلدرهای قالتاق بهش گفت که من چار تا دختر دارم هر کدوم خواستی مال تو اما باید بری به شطور صالح رو بکشی این دو تا قالتاق جمع شدند و در بین همه دوستاشون جمع کردند به هر حال هفت نفر دیگه هم جمع شد نه نفر از این افراد وحشی در پی کشتن شطور صالح علیه السلام بودند اما گفتند ما شطور رو نمیکشیم. مگر یک همه پرسی بگونیم در همه شهر همه باید به ما اجازه بدن همه بگن موافقیم که اگر بلایی اومد سر ما نیاد و همه شهر یک همه پرسی شد از زن ها و بچه ها و بزرگا همه همه گفتن بله باید این شطور داره کشته باشه این چه داره واسه ما یه روز کامل ما شیر میده ما کنیم و در فکر کشتن این شطور بودند و چنین کردند شطوری که آیتی بود از جانب خدای منان و حضرت صالح بارها بهشون تذکر داده بود که به این شطور نزدیک نشید و در فکر بلایی روی این شطور نیارید این شطور رو کشتند و این بود که خداوند متعال اونها رو عذاب کرد اول یک خشکسالی اومد و اومدند گفتند که این هرچی هست از زیر سر همین صالح این آدم شومی هست این م... م... کسایی که بهش ایمان آوردن اینها هم شومند باید اون رو کشت در پی در فکر کشتن نبی خدا و فرستاده خدا صالح علیه السلام برآمدند و اینجا بود که حضرت صالح اونها رو به عذاب الهی تهدید کرد و اونها با تمام قلدوری گفتند که آقا اگر عذابی هست بگید بیاد دیگه ما هیچ و اینقدر دیگه ما رو چرا به انتظار میذارید و عذاب الهی هم اومد روز پنجشنبه سه روز خداوند به اونها مهلت داد روز پنجشنبه همشون صورتاشون زرد شد روز جمعه صورتاشون سرخ شد روز شنبه صورتاشون سیاه شد و روز صبح روز یک شنبه عذاب الهی اومد عذاب الهی یک جیغ و سیهی بود در آسمان فعو فعو و, یک زلزلهی بود در زمین ف اخذت هم الرجفه و اخذت الذین ظلم و سیحة و بدین صورت این ارسلنا علیهم سیحتا واحدتا فکانو که هشیم المحتضر خداوند متعال بر اونها عذابش رو نازل کرد و همشون تار و مار شدن و نیست و نابود به سال حق تابشی از قرآن و سنت قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. بيغو. آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ قرآن کریم قصه صالح علیه السلام و قوم سمود رو بارها در و با تصاویر مختلفی از اون رو به شیوه های مختلف در سوره های مختلفی آورده است قصه حضرت صالح رو نام حضرت ساله رو نه بار ما در قرآن مشاهده می کنیم و ذکر سمودیان رو 24 بار میاییم نگاهی بندازیم به بعضی از مواردی که قرآن کریم این قصه رو ذکر کرده در سوره اعراف از آیه 73 تا 79 یاد این قوم هست که خداوند متعال میفرمایند و الی ثمود اخاهم صالحا ما به سوی سمودیان برادرشون صالح رو فرستادیم قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیر و اولین حرفی که صالح علیه السلام برای قومش آورد این بود که ای قوم من بیایید ایمان بیارید به خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست و اونها رو بیم داد از عذاب الهی و بهشون تذکر داد که قومهای پیش چطور بودن عادیان اومدند و چطور عذاب الهی بر اونها اومد عبرت بگیرید از دیگران قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه اینا اومدن کفران کردند و ایمان ناوردن حتی مستکبران می به اون کسایی که ایمان آورده بودند به صالح به اونا می شما فکر میکنید که این صالح پیامبره و مؤمنان خیلی از اونها زرنگتر بودند جواب نمیدادند که بله بلکه جواب دادند قالو این بما ارسل به مؤمنون نه اون که تنها اون ما مؤمن هستیم ایمان داریم میدونیم که اون پیامبره بلکه ما میدونیم که اون چیزی که آورده حقه و ما به اون ایمان آوردیم قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون کافران و مستکبران میگفتند و مغروران که ما به اون چیزی که شما ایمان آوردین کافریم اون رو قبول نداریم فعقرون ناقت و امر ربهم شطور رو کشتن و سرکشی کردن از فرمان الهی زیبا اینجاست که خداوند متعال این کشتن شطور رو به این چند نفر قاتل نسبت نمیده به همه این قوم قوم سمود انگار که همشون با هم دست بیخی کردند و شطور رو کشتن بله واقعیت هم همین بود چون که همه راضی بودند و همه در این مسیر شریک بودند و با اون قاتلان هم پیمان شدند و هم دست شدند همشون قاتل بودند و همشون مورد عذاب الهی قرار گرفتند بعد از این عذاب اومد فأخذت هم الرجفت و اخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمین یک زلزه ای اونها رو گرفت و اونها تو خونه هاشون موندن تا اینی که همشون رو خداوند نیست و نابود کرد تصویری دیگه از این حکایت و از این قصه رو ما در سوره هود داریم از آیه 61 تا آیه 68 خداوند متعال باز به ما میگه که ویل ثمود اخاهم صالحا ما به سوی سمودیان برادرشون صالح رو فراستادیم تا اونها رو به توحید و یک پرستی دعوت کرد اونا گفتن قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا ای صالح قبل از این آدم شخصیت بزرگی در پیش ما بودید و ما امید داشتیم که شما رو پادشاه خودمون کنیم و الان اومدی و حرفای عجیب غریب میزنی و ما رو از دینمون از دین نیاکانمون داری میخوای جدا کنی قال یا قومی ارایتم ان کنتم علی بینه من ربی و اتانی منه رحمتا فمن ينصرنی من الله ان عسیته فما تزیدوننی غیر تقصیر ای قوم من اگر من حرف شما رو بگیرم من هم ضرر میکنم شما هم ضرر کردید بیایید به راه حق برگردید و اگر من نافرمانی خدایم رو کنم خداوند منو هم بازخواست میکنه و اومدند باز اون معجزه رو خواستند و خداوند معجزه رو واسه شون آورد قال و یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه این شطور یک آیتی هست علامتی هست که شما خواستید و خداوند واسه شما درستش کرد اینو ولش کنید که در زمین خدا بچره و بهش سوی قصد نداشته باشید که عذاب بسیار شدیدی شما رو شما رو خواهد گرفت اما چیکار کردن فعقر الناقه ناغه رو شطور رو کشتند و این بود که خداوند به اونها سه روز مهلت داد و بعد خداوند برآورده شد فرم جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا رحمت منا خداوند متعال میفرمایند که وقتی که عذاب الهی اومد فقط ما صالح و اونایی که به اون ایمان آورده بودند رو به رحمت و فضل خودمون نجات دادیم و بقیه سمودیان همشون اخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين همشون از بین رفتن و کأن لم فِيهَا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود آهای سمودیان کفر ورزیدن به خدایشون خاک بر سر این سمودیان باشه و برند و گمشند و چنین هم شد و از بین رفتن در سوره حجر که به اسم منطقه اینها نامگذاری شده در آیه 80 تا 84 باز ما اشاره دیگه تصویری دیگه از این قوم داریم و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین که هجریان پیامبران رو تکذیب کردند و اتیناهم آیاتنا و عنها معرضین اونها رو ما آیت و نشانه هایی برایشون فرستادیم اما باز هم سرکشی کردند و قبول نکردند و ذکر میکنه که اینها چه خونه هایی داشتند و چه نعمت هایی داشتند و در چه ناز و نعمتی بودند در سوره شعرا باز از آیه 141 تا 159 حکایت این قوم هست کذب ثمود المرسلین که سمودیان پیامبران رو تکذیب کردند وقتی برادرشون صالح اونها رو به تقوا و پرهیزکاری دعوت کرد و بهشون گفت که من فرستاده خدا هستم و از خدا بترسید و پیروی کنید از احکام و دستورات خدا و من از شما چیزی نمیخوام اجر و پاداش من بر خدای من هست همین شیوه دعوت همه پیامبران و اونها رو یادآوری کرد به نعمت های خداوند متعال به اونها به باغ ها و نعمت ها و ساختمان ها و قصر هایی که به باغ ها و نعمت ها و ساختمان ها و قصر هایی که در بین کوه ها درست میکردند و همه اینها بهشون تذکر داد و بهشون گفت که اطاعت نکنید از مصرفین و ظالمان و مستکبران و همه اینها اون آخرش چی گفتن الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون از این مفسدان و سرکشان پیروی نکنید قالوا انما انت من المسحرين گفتن که تو جادو شدی جادوگری و میخوای ما رو گول بزنی ما انت الا بشر مثلنا فاتي بايه ان كنت من الصادق تو یک بشری مثل ما بیشتر کی نیستی چی میخوای بگی میخوای خودت رو ما تحمیل کنی اگر راست میگی همون نشانه ای واسه ما بیاد و همون نشانه ای که خواسته بودن اومد خداوند متعال به اونها همون شطوری که خواسته بودن با همون مواصفاتی که خواسته بودن آورد قال هذه ناقه لها شرب و شرب يوم معلوم این شطوری است یه روز آب مال اینه و یه روز آب مال همه شما اون رو هیچ وقت سوی قصد به اون نداشته باشید که عذاب خیلی دردناکی شما رو فرا خواهد گرفت اما این کار رو نکردند و شطور رو کشتن و عذاب فخذهم العذاب عذاب الهی اونها رو گرفت و اونها همشون از بین رفتن از موارد دیگه ای ذکر این سوره درش این قصه درش اومده سوره نمل آیه پنج تا سه باز هم حکایت همین قوم هست که چطور به پیامبرشون گفتن که تو شوم هستی و خداوند متعال به اونها گفت قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون شما آدمای سرکش و أه... مثلا فتنه عفروزي هستید و هر چه بدی هست از آه... آه شماست و في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يسلحون نه نفر بودند در شهرشون آدمای بسیار قلدر و فسادکار قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون بعد از شطور را کشتن اومدن قسم خوردن که ما میریم صالح رو هم میکشیم و شبانه بهش حمله میکنیم و شبیه خون میزنیم اون رو میکشیم و اگر قوم و خیشاش اومدن که آقا خون خواهی گفت ما خبر نداریم همون کاری که قریش خواستن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام بدن اما و انجین الذین امنوا و کانوا یتقون خداوند مؤمنان رو نجات داد و صالح رو نجات داد با همراهانش و کافران رو عذاب کرد باز در سوره قمر آیه 23 تا 32 باز ذکر صالح قومش هست کذب ثمود و ب... ثمود و بن نذر پیامبران رو تکذیب کردند فقالوا ابشرا وح... واحد واحدا نتبعه ان اذا فی ضلال و ضلال یه بشری از خود ما رو پی... ازش پیروی کنیم اگه این کارو بکنیم ما واقعا دیوونه ایم و واقعا گمراهیم و عقلمون سر جاش نیست ا القی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر یه دروغ میگه پیامبری میاد برای اون واسه ما چرا نیومد بدین صورت حسادت و کینه و غرور و تکبر و اینها همه سر هم شد و اونها ایمان ناوردن خداوند متعال قصهشون رو قصه شطور رو و چطور اونها شطور رو کشتند همه اینها رو در موارد مختلف و تصاویر مختلف رو از زاویه های مختلف در قرآن کریم واسه ما نقل کرده تا ما اینها رو بخونیم و از قوم صالح و دعوت صالح درسه ها و اندرزه ها بگیریم و عبرت ها بگیریم الله مثال حق منبر توحيد وحقيقه ونزعنا من كل امه شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بازميان هر امتي گواهی بیرون میآوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید آنگاه در می آبند که حق با الله هست و آنچه سر هم می کردن گم و نابود می شود مثال حق منبر توحید و حقیقت حضرت صالح علیه السلام به شیوه های مختلف و راهکارهای مختلفی سعی کرد قومش رو به سوی ایمان و به سوی خداپرستی دعوت کنه و از بود پرستی و شیطانپرستی پرستی و از اتباع و پیروی از هوا و هوسش برحذر بداره اونا رو تذکر داد به عاقبت مجرمان افرادی که از دین خدا و از دستورات الهی سرکشی کردند و در پشت هوا خود رفتند و نهایتشون هم هلاکت و بربادی بود و اذ خلفاء من بعد عاد یادتون نره که شما بعد از عادیان اومدید و چه بلایی بر سر عادیان اومد نکنید که تاریخ تکرار بشه و شما هم به همون بلا و به همون مصیبت دچار شید اونها رو و از اندرز کرد و بیم داد از عاقبت شومی که منتظر مستکبران و ظالمان و ستمگران و مستبدان هست اما اونها هیچ به خود نگرفتند و هیچ به صلاح با حضرت صالح علیه السلام کنار نیومدند و دعوت ایشون رو نپذیرفتند حضرت صالح با نرمی با لطف با مهربانی با اونها پیش رفت و به اونها تذکرات داد که ای قوم من یه پیامبری از جانب خدا هستم من از بین شما هستم من خوبی شما رو میخوام ای ملت من ای عزیزان من اما متاسفانه اونها نخواستند که این به این دعوت حق لبیک بگن به ندای فطرت لبیک بگن در مقابل اونها چیکار میکردن حضرت صالح علیه السلام رو مسخرش میکردن بهتان میزدند، تهمت میزدند قالو یا صالحو كنت في قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قبل از این پیش ما آدم سرشناس و مهربون و عزیزی بودی و ما میخواستیم که تو رو پادشاه خودمون کنیم اتنهن نعبد ما اعبد ما ما میای ما رو نهی میکنی که ما از اون راه و رسمی که فرهنگ ماست ما و نیاکان ما بر اون بودن ما رو میخوای از اونها دور کنی همین حرفی که ما بارها و بارها میشنویم که افراد کوته فکر در فکر اینن که ما برگردیم به فرهنگ نیاکان ما برگردیم به دین نیاکان ما و میخوان که هاشون رو زیر پا بگذارن و بگن که اون چیزی که نیاکان ما بر اون بودن ما بر همون به ساز اونها میرخسیم حالا اونها اگر در گمراهی و به بدبختی بودن ما برگردیم مثل همونها بدبخت و گمراه بشیم همه اینها راه اینا بود و همیشه به صالح میگنم تو جادوگری و میگفتن تو جادو شدی تو نمیدونم عقلت خراب شده و مسخرش میکردن و دعوت پیامبر خدا حضرت صالح علیه السلام رو انکار میکردند و میگفتند که ما باید تقلید کنیم از پدران و نیاکان ما دعوت میکردن به سوی تقلید کورکورانه و در نهایت مکر و ها کردند و خواستند حضرت صالح رو بکشن ناقه و اون شطوری که خداوند متعال یک آیتی قرار داده بود برای اونها شطور رو کشتن و بچه شطور رو کشتند و در نهایت خواستند حضرت صالح علیه السلام رو ترور کنند درسه های اندرزه های بسیاری است در این قصه و اولین درسی که ما میتونیم از اینجا برداشت کنیم اینه که باید دعوت توحید و دوری از شرک این رساله و دعوت و پیام ما پیام اصلاحگرای ما برای جامعه باشه و سعی کنیم جامعه رو از, از قبر پرستی، از قبرپرستی از امامزاده پرستی و از هر آنچه که یک کوچکترین طعنه است در توحید و یکتاپرستی دوری کنیم و دلمون به حال این ملتمون بسوزه خداوند متعال همه پیامبران رو از بین قومهای خودشون انتخاب میکرد و ایلا ثمود اخاهم صالحه از بین سمودیان برادرشون صالح رو فرستادیم اولین حرفش چی بود؟ قال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره ای قوم من از خدا, خدا رو عبادت کنید هیچ خدا و پروردگاری شما رو نیست مگر خدا یکتا در سوره عراف آیه 73 بعدش از اون احتمام دادن به اصلاح همه طبقات جامعه نه فقط دعوتمون مال افراد فرهنگی و افراد ثروتمند و افراد بزرگ و نامدار جامعه باشه حتی طبقات زیردستان و فقیران و مستمندان اونها هم دعو... اونها برعکس اونها بهترین بستر هستند برای دعوت اسلامی چرا که اونها از اینی که پیروی حق کنند ابا ندارند اما مستکبران و ظالمان و اونها همیشه میخوان که دستور بدن و کسای دیگه از اونها پیروی کنند اینی که بیان اونها حتی اگر حق باشه حتی اگر خدا هم باشه از خدا و حق و پیامبر پیروی کنند این رو به با غرورشون نمیخوره و قبول ندارند و همینه که صد راه مسیر دعوت میشن و یک چیزی دیگه که از حضرت صالح ما یاد میگیریم اینی که شیوه ها در دعوت مردم باید اونها رو تذکر بدیم به نعمتهای الهی که چه نعمتهای خداوند متعال به شما داده و باید شکر این نعمت رو ادا کنید و بترسونیم و بیم بدیم از عذاب الهی که خداوند متعال فلانها رو قامه‌های های پیشین رو قامه‌های های معاصر رو چه بلاهایی سرشون اومد آورد اونایی که از راه خدا به در رفتن دوچار چه مشکلاتی هستند مشکلات روحی روانی و استرس های نفسانی و بلاهایی که در جامعهشون هست شکار چه بلاهایی شدن و زندگیشون به کجا میره خودکشی ها و آدم ها و قلدربازی هایی که توشون هست همه اینها سببش چیه مردم رو بیم بدیم تذکر بدیم به عاقبت کارهای بد و اونها رو به طرف خدا و به طرف اصلاح و به طرف رستگاری و به طرف ندای فطرت دعوت بدیم قصص الاوائل عبرتون و بیان و به بی هدیه و به نوره نطق زمان